اوکی okay, پرسش هفتاد یو پارک ان نایت آن رود وید 40 مایل پر اور اسپید لیمیت داره پرسش داره تکرار میشه وات شود داره گفتیم وقتی که سرعت سی به بالا باشه مثل مثلا مثلا 40 باشه شما اونجا شب دارید ماشین پارک میکنید و چیکار کنید ساید لاینز روشن کنید این حالا بریم ببینیم کدوم یکی پاسخ تو خودش داره پارک فیسینگ دی ترافیک ماشینتون رو جوری که روبه اونا باشه پارک کنید روبه ماشینی که دارن میان پارک کنید که نه پارک وید دیپ هید لایتس آن با نور نور پایین باشه چرا ماشینتون رو نور پایین رو روشن بذارید برید این نمیشه پارک وید پارکینگ لایتس آن پارکش کنید با چراغ پارکتون روشن باشه پارک نیر استریت لایت میگه کنار یه چیز پارکش کنید کنار یه تیری تیری چراغ چیزی اونجا پارکش کنید اوکی چرا یه جایی که پارکش کنید اونجا که Light, um, چراغ پارکینگ لایت چراغ پارکتون رو روشن بذارید پس گفتیم سرعت از سیتا که رفت بالاتر باید چراغ پارکمون رو روشن بذاریم چک میکنم درسته بریم بعدی آها این ستا میگه که where will you see these red and white markers میگه که این تابلوهای قرمز و سپید رو شما کجا میبینیدشون approaching the end of a motorway وقتی داریم میرسیم به پایان موتوروی approaching a concealed speed limit sign میگه وقتی که داریم میرسیم به یک تابلوی محدودیت سرعت concealed پنهون شده حالا چرا اصلا ما باید تابلو پنهون شده باشه تو تابلو سرعتامون من نمیدونم این اصلا چه پرسش چه مطلبی اینجا داره عنوان میکنه اما بعدی approaching a level crossing میگه وقتی که دارید میرسید به یک تقاطع خ... چیز آهن که کانسیل پنهونه یعنی دیده نمیشه درست آه. اون وقت مثلا اینو میزنن approaching the end of a dual carriage وقتی داریم میرسیم به پایان یک چیز داریم میرسیم به پایان دول کرنجوه یا همون جاده دو طرفه این همیشه حاکی از اینه که 300 تا دیگه مونده این یعنی 200 مونده یعنی 100 مونده این متری این ها نشانگر فاصله ما تا اون نقطه هستن پس اپروچینگ کاملا درسته تو همه چهار تاشون می داریم میبینیم داریم میرسیم به اما به چی داریم میرسیم داریم میرسیم به یک لول کراسینگ به یه تقاطع خطا آهن که پن هون شده واسه همین خوب نمیشه دیدش اینا به ما دارن این رو اعلام میکنن اوکی چک میکنم کاملا درسته بریم بعدی میگه که you're traveling on a motorway in England شما دارید توی آزاد را تو انگلیس رانندگی میکنید you must stop when signaled to do so by which of these میگه که شما باید نگه دارید ماشین رو وقتی که بهتون گفته میشه نگه دارید توسط چه کسی کدومی از اینها کدومی که بگه وایسید با میسین عجب پرسش عجب غریب خب این چه کار چی آخه این <applause> خیلی خب حالا کی بگه وایسیم وامیسیم فلاشنگ امبر لاینز اوور یور لین بالا مثلا تو بان بالا سرمون یه چراغ زرد شروع کنه به نور زدن اونجا نگاهی میداریم داریم عمرن نه <applause> خب پدسترینز آن the هارت شولدر پیاده هایی توی تیزن توی شون خاکی مثلا میگم وایسا ما وامیسیم هرچی باید اگه چی آخه اون که هیچی باسیم ترافیک افسر ترافیک به ما میگه وایسیم و با نمیستیم چجور و نمیستیم با کل و نمیستیم این هم از این و بعد a driver who has broken این نفر که ماشینش خراب شده اون سلام میگه ما باید باسیم you must داریم در آتو با اجبا حتما با داریم صحبت میکنیم خب معلومه می دیگه وقتی پلیس میگه وایسیم و وایسیم دیگه این چه این موتو این انگلند و اینا رو مورده آورده مثلا آدم میگه مثلا ببینید چیه پرسش بعضیشون اصلا چرا آورده اصلا نگاه میکنم کتاب سال دوازده 11 دوازده و سیزده و 18 رو بررسی که میکنم ایشون یعنی ورژن جدیدی که برای 18 آورده شده نگاه میکنم میبینم اون کتاب ها دقیقه مطالب رو داشتن این کتاب هم همون مطالب دارن فقط خواستن جدیدش کنن چهار تا هر سال چهار تا پرسش بهش اضافه کردن و پرسش هم مطلب جدید که اضافه نداره سرعت و همه چیز همونه تکراری هاشو بیشتر کردن تا کتاب مثلا بگن امثال که تعداد پرسش های مدار بیشتر شده مردم برن کتاب جدید رو فکر کنم بخرن فکر کنم همین سیاستش و چی چیزی اضافه تر نداره شما کتاب سال 2012 رو بخونید پاس میکنید چیزی رو دست نمیدید ای ترافیک افسر خیلی خوب ترافیک افسر بهمون میگه میداریم دیگه معلومه که نگه میداریم چک میکنم این هم درسته اوکی یه مورد دیگه که میگه You're going straight ahead at the roundabout میگه شما دارید میرسید به میدون ولی مستقیم میخواید برید اوکی چپی یا راستی رو نمیخوایم بریم How should سیگنال signal باید سیگنال بزنیم گفتیم وقتی مستقیم میخوایم بریم اول نمیزنیم این تقاطر که رد کردیم شروع میکنیم سیگنال چپ رو میزنیم درسته؟ و بعد راست و چپ هم که بخوایم بریم خروجی اول خروجی سوم یا چهارم که بخوایم بریم توی همون سر پرسشش توضیح دادم حتما چک کنید ویدیوهای پیشین رو مطمئن شدید که نگاه کردید پس حالا چگونه باید این رو رد کنیم سیگنال رایت آن دی اپروچ اند دن لفت تو لیو دی راوند چون اینا رو تو اون ویدیو تو اون پرسش توضیح دادم بریم بگردیم دوباره پرسشمون پس اول که میرسیم ما نباید سیگنال بزنیم این میگه سیگنال رایت آن دی اپروچ وقتی دارید میرسید سیگنال بزنید پس این نیست پاسخمون این میگه سیگنال رایت آن دی اپروچ میگه دوباره همون دوباره میگه سمت راست بزنید وقتی دارید میرسید گفتیم وقتی میرسیم میخوایم مستقیم بریم سیگنال نمیزنیم پس اینم پاسخ نیست سیگنال لفت افتر یو لیو د راوند میگه پس از اینکه راندبات رو رد کردین رفتین وقت بزنید چپ این هم اینم که چپ درست باید بزنیم ولی نه وقتی که رد کردیم با رو رفتیم اینم که هیچی سیگنال لفت just افتر یو پانس دی exit before د وان یو ار گوینگ تو این آدار اینا توضیحش رو طولانی کرده ولی دقیقا داره آدرس میده میگه چی میگه سیگنال لفت سیگنال چپ رو بزنید سیگنال چپ باید بزنیم کجا باید بزنیم خروجی اولو که رد کردیم این اولی یه جور دیگه داره توضیح میده میگه سیگنال لفت جاست after you pass پس از اینکه رد کردید the exit, exit خروجیه خروجی before the one یعنی yani before the one you're taking پیش از خروجی که پیش از اونی که شما خواهید برید شما خیلی خروجی دور برید خروجی پیش از خروجی دو چیه؟ خروجی یک پس میگه پس از اینکه خروجی یک رد کردید چپو بزنید. چپ رو بزنید همین که یک رد کردید چپ رو بزنید یه خورده پیچونتش ولی همونو داره میگه پس signal left سمت چپ سیگنال بزنیم راهنما بزنیم پس از اینکه خروجی پیش از خروجی خودمون رو خروجی که میخوایم ازش خارج بشیم رو اونو رو میخوایم بگیریمش واردش بشیم پیش از رفتن به اون سیگنال بزنیم علامت بزنیم تا راهنما بزنیم خب اینو از این اینم درست بود و اما پرسش پایانیمون میگه که what does this sign tell you این علامت به شما چی میگه خب اینجا نگاه میکنیم این توقف ممنوعه اون یا محدودیت توی توقفه اوکی okay. restricted parking بعد میگه چی زون ends پایان این قضیه هستش پس این به خودی خود یعنی اینکه اینجا توقف ممنوعه درست یا محدودیت توقف وجود داره اما وقتی که این اضافه میشه بهش این قسم میگه مثلا این منطقه زون این زون انز یعنی این منطقه پارک ممنوع پایان پیدا میکنه یعنی پارک کردن دیگه مشکلی نداره اوکی پس اینو خوندیمش حالا بریم ببینیم کدوم یکی این توضیحات رو در خودش داره میگه نو فری رود پس ورود ممنوعه ورود ممنوع که اصلا به این رفتی نداره فری پارکینگ زون انز میگه منطقه پارک رایگان پایان پیدا کرد صحبتی از فریو و اینا نیست اوکی کلا پارکینگ زون ریستریکتد پارکینگ که پایان پیدا کرده نه اینکه فری پارکینگ پایان پیدا کرده حواستون باشه اینجور جور فقط به خاطر انده و اینجا نوشته انز اینجا زده انز ما وقتی وقت همش کاری نکنیم دقت کنیم این فری پارکینگ رو میخواد بگه ما اصلا اینجا بحثمون با فری پارکینگ نیست میگه اند اف ترافیک کالمینگ زون پایانه نقطه ای که traffic calming یعنی اونجایی که سرعتگیر و اینا وجود داره میگه اینجا پایان سرعتگیراست منطقه سرعتگیرا اینجا پایان پیدا کرده نه اونم بحثمون نیست no waiting zone ends میگه منطقه نو no ویتینگمون منطقه که نباید نگه داریم این منطقه اندز پایان پیدا میکند اوکی پس اون این به معنی نو ویتینگ بعد این به تنهایی اما وقتی میاد تو روی این تابلو یعنی نو ویتینگمون پایان پیدا کرده پس ویتینگ هیچ ایرادی نداره میتونیم حالا اینجا نگه داریم پس پاسخمون این هستش اوکی برش میگردم هم سر جاش و چکش میکنم خود خودشه 75 تا پرسش رو تموم کردیم کلا 75 تا پرسش داشتیم میزنم بعدی و میگه که بله 100 درصد 75 از 75 همه رو پاسخ دادیم اوکی همه پرسش ها رو پاسخ دادیم همه رو با هم انجام دادیم همه از دم سبزن این چیز نیستا. این توضیح اوکی کاریت جو شده بلا بلا همه همش تیک سبز اه... تیک خورده است دیگه درسته 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 دونه دونه رو همه رو زدیم و همه رو هم درست زدیم و خب توضیحش هم با هم دیگه داشتیم الان میدونیم چرا اه... مثلا اندازه ها و فاصله با رنده و هر چیزی که داشت برحال یاد گرفتیم اوکی؟ okay. پس این بود این بخش بخشی بود به نام چی؟ بخشمون بود Rules of the Road, uh, قوانین جاده رو با 75 تا پرسش uh, انجام دادیم تمام شد قسمت بعدی uh, Road and Traffic Signs هستش که 131 پرسش داره بذارید بیارم uh, بعدی رو قسمت یازدهم اسمش کوش این هشش. قسمت یازدهم هم اسمش هست رود اند ترافیک ساینز میریم سراغ تابلوهای راهنمایی و اینها این تابلوها رو با هم دیگه کار میکنیم هر تابلوی به چه معنی هست و اینها این یه مقدار ضروری این یعنی کتاب توی این هستش که واقعا داره به ما آموزش میده مطالب یاد میده مثلا بدونیم این تابلو به چه معنی اون تابلو به چه معنیه تابلوها رو بشناسیم تا بتونیم واقعا توی جاده مطمئن با امنیت هندگی کنیم یعنی برای کسی هم خطر ایجاد نکنیم ولی قسمت های دیگر رو بهش اضافه میکنن هر بار یه سری چرند پرند چی <تصفح> <تصفح> بگم و هر حال امتحانیه که ما نمیتونیم اعتراض کنیم همینجوری با اعتراض چیزی درست نمیشه م... یه سری مطالبی داره که واقعا فقط وقت رو داره از بین ولی خب به هر حال امتحان که باید پاسش کنیم پاسش میکنیم اما قسمت 11ش حداقل رو داره بهمون میگه این میگه بزنید نمیدونم چراغ بزنید از این چیزای سر به سرمون نمیذاره اوکی پس تو قسمت بعدی به رود اند ترافیک ساینس خواهیم پرداخت 131 پرسش داره اما خب نس... آموزشی تر به نظر من به نسبت اونه دیگه برحال تا اینجا رو اومدیم تا اینجا رو کار کردیم امیدوارم تا اینجا رو خوب یاد گرفته باشید آمادگی داشته باشید احساس آمادگی برای امتحان رو داشته باشید اعتماد به نفستون بالا رفته باشه برای امتحان فردا و منظورم فردا این نیست که حتما شب امتحان کار کنیم فردا اوکی فردا <تصحیح> و امیدوارم که با ادامه کار آمادگیمون رو 100 درصد کنیم و بریم دفعه اول پاسش کنیم بره پس شما رو توی ویدیو بعدی که بخش یازدهمون هم هست میبینم تا اون موقع پیروز شاد باشید بدرود